بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا در خصوص جنگ دیگر در لبنان هشدار داد و گفت وقوع جنگ دیگر در آن این کشور را در آستانه فروپاشی خواهد برد. فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بحبوحه تشدید حملات هوایی اسرائیل به لبنان، از روز دوشنبه بیش از 50,000 نفر به سوریه فرار کردند. شورای ملی مسلمانان کانادا اعلام کرده که روز گذشته دو زن مسلمان در مقابل چشمان فرزندان خود در ایالت اونتاریوی کانادا مورد حمله قرار گرفتند. لازم به ذکر است روزانه حملات زیادی علیه مسلمانان در کانادا رخ می‌دهد و مسلمانان این کشور از دولت می‌خواهند تا برای توقف این جنایات تدابیر عملی اتخاذ کنند. فقط در یک فقره از این گونه رویدادهای اسلام ستیزانه در کانادا، در سال 2017 مردی مسلح با حمله به مسجدی در استان کبک 6 مسلمان را در حین اقامه نماز عصر به قتل رساند و 19 نفر دیگر را زخمی کرد. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا از زندگی آزادانه 13,000 مهاجر محکوم به قتل در آمریکا خبر داده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید زندگی آزادانه مهاجران محکوم به قتل به این دلیل است که یا بازداشت آنها در اولویت نبوده یا اینکه اصولاً سازمان مهاجرت نمی‌تواند آنها را پیدا کند. دولت ایتالیا به منظور مقابله با خشونت روزافزون در مدارس این کشور برخی اصلاحات قانونی را در دستور کار قرار داده است. گفتنی است از آنجایی که زخمی شدن کارکنان مدرسه و قلدری در این کشور امری رایج است، پارلمان ایتالیا پیشنویس قانون ارزیابی رفتار در مدارس را که توسط جوزپ والدیترا وزیر آموزش پرورش تهیه شده بود تصویب کرد. دست کم 48 نفر طی دو روز در غرب سودان در جریان حملاتی که توسط نیروهای پشتیبانی سریع مورد حمایت امارات متحده عربی انجام شد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، نیروهای پشتیبانی سریع ماها الفاشر را محاصره کرده و در روز پنجشنبه 18 نفر در بمباران نیروهای پشتیبانی سریع در بازاری در شهر الفاشر کشته شدند. محققان تأثیر انواع ژنتیکی را بر اختلالات رشدی ارزیابی کرده و پیشنهاد کردند که تجزیه و تحلیل مجدد داده‌های ژنتیکی می‌تواند درک و تشخیص بیماری‌هایی را که میلیون‌ها خانواده را در سراسر جهان تحت تأثیر این بیماری قرار داده افزایش دهد. محققان معتقدند تمرکز مجدد بر تلاش‌های تحقیقاتی می‌تواند منجر به نرخ تشخیص بهتر در این نوع بیماری شود. یافته‌ها که در مجله علمی نیچر ژنتیک منتشر شده است، نور جدیدی را در تشخیص ژنتیکی اختلالات رشدی نشان می‌دهد و اهمیت در نظر گرفتن پیشینه ژنتیکی افراد را در تشخیص و تحقیقات برجسته می‌کند. بر اساس تحقیقات جدید، دانشمندان دریافتند عدم رعایت بهداشت دهان شانس ابتلا به برخی سرطان‌ها را افزایش می‌دهد. بیماری کارسینومای سلول سنگفرشی یا آماس سرطانی سر و گردن HNSCC که در دهان، بینی و گلو ایجاد می‌شود، یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در اروپا است که سالانه بیش از 150,000 نفر را مبتلا می‌کند. گفتنی است این سرطان ها در مردان شایع تر است و بیش از نیمی از بیماران را در عرض 5 سال می کشند. میانگین سطح جهانی دریاها در قرن 20 سریعتر از هر قرن قبلی در طول 3000 سال گذشته افزایش یافته است و همین امر خطر وقوع سیل را برای شهرهایی که در سواحل دریاها قرار دارند افزایش می دهد. از سوی دیگر ناسا نیز می‌گوید که با افزایش دمای زمین
حدود 1 درجه سانتیگراد 1.8 فارنهایت، سطح آب دریاها 160 تا 210 میلیمتر 6 تا 8 اینج بالا رفته است که حدود نیمی از این میزان از سال 1993 اتفاق افتاده است. در همین راستا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل طی اظهاراتی گفت افزایش سطح دریاها مساوی با افزایش مشکلات مردم سواحل نشین است.